درود بر شما مخاطبان گرامی. مقامات اسرائیل در جریان ملاقات روز سه‌شنبه با ویلیام برنز رئیس CIA به او هشدار دادند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی رژیم جمهوری اسلامی، از سلامت روانی برخوردار نیست و نمیتوان برای توافق با او مذاکره کرد. گفته میشود که آنها حتی شواهد پزشکی که از اسناد جاسوسی حاصل شده را با تحلیل‌های از گفتار، حرکات و حالات او توسط روانشناسان بررسی کردند و تطبیق دادند و مدارک کاملا موثقی را ارائه کردند که ابراهیم رئیسی یک بیمار روانی خطرناک است و نه تنها مردم ایران که جامعه جهانی نیز باید از بیماری روانی او آگاه باشند و در تصمیم‌های آینده خود دچار اشتباه نشوند. گزارش تایمز اسرائیل حاکی از آن است که مقامات اسرائیلی در دیدار با برنز تلاش کردند با تأکید بر وضعیت روانی رئیسی، انگیزه دولت بایدن برای هر گونه تعامل در آینده رژیم جمهوری اسلامی را کاهش دهند. آنها بیماری ابراهیم رئیسی را نوعی از بیماری PTSD عنوان کردند که با علائم DSM ظهور می کند. علائمی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. ترکیب این دو بیماری می تواند منجر به اعمال خطرناکی از سوی بیمار شود. برای جزئیات بیشتر در این مورد از شما عزیزان دعوت می شود که با ادامه این برنامه همراه شوید. همانطور که گفته شد، مقامات اسرائیل در جریان ملاقات روز سه‌شنبه با ویلیام برنز، رئیس CIA به او هشدار دادند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، از سلامت روانی برخوردار نیست و نمیتوان برای توافق با او مذاکره کرد. جزئیات این مذاکرات اعلام نشده، اما گزارش ها حاکی از آن است که در برنامه سفر برنز به اسرائیل، ملاقات با رئیس موساد، نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات امنیتی برنامه ریزی شده است. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که برخی مقامات موساد اطلاعاتی درباره غیر قابل اعتماد بودن ابراهیم رئیسی و ناتوانی او برای مذاکره یا پایبندی به تعهدات را ارائه کردند. در این اطلاعات، ابراهیم رئیسی شخصی خطرناک، فاسد، بی ثبات و بی رحم توصیف شده است که به دلایل اختلال روانی که دارد می تواند بسیار مشکل ساز شود. کانال 12 می گوید که ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ و شریک اصلی فجایع دهه 60 از جمعه گذشته به طور رسمی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی شده است. او پیروز انتخاباتی تحریم شده و انتصاباتی است. انتخاباتی که نرخ مشارکت در آن در خوشبینانه ترین آمار دولتی زیر 50% و پایین ترین میزان در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بوده است. رئیسی که عفو بین الملل او را به جنایت علیه بشریت متهم کرده و در حال حاضر دادگاه یکی از همکاران او در دهه 60 در همین زمینه در سوئد در حال برگزاری است، در حالی رئیس جمهور رژیم شده است که در کمال تعجب جهانیان دولت جو بایدن نیز با وجود آگاهی از سوابق رئیسی تکرار کرده که منتظر از سرگیری مذاکرات احیای برجام با دولت او است. ویلیام برنز که همکنون ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده دارد، در دولت باراک اوباما در مذاکرات محرمانه با نمایندگان رهبر رژیم جمهوری اسلامی علی خامنه ای حاضر بود. مذاکراتی محرمانه که با چراغ سبز علی خامنه‌ای در عمان آغاز شد و در چهارچوب مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام علنی شد. در این راستا، تایمز اسرائیل در مورد بیماری روانی ابراهیم رئیسی نوشته است که بیماری PTSD میتواند پس از هر حادثه تلخی آغاز گردد و خود فرد میتواند عامل آن حادثه باشد که در آن صورت با بیماری DSM ترکیب میشود و یک بیماری روانی بسیار خطرناک را به وجود می آورد و در آن صورت بیمار روانی که حادثه های تلخ خود ساخته ای را تجربه کرد دائما احساس خطر می کند و سعی می کند برای رهایی از آن
دست به جنایات بیشتری بزنند. چون این بیماری به دلیل اقداماتی که انجام داده است، همواره احساس می کند که زندگیش و زندگی خانوادهش در معرض تهدید است. به نوشته این خبرگزاری، علائم PTSD-DSM می تواند بعد از یک هفته و یا با تأخیر چند هفتهی و چند ماه شروع شوند و آنها معمولاً در طی 6 ماه پس از حادثه اوج می گیرند و همینطور بدتر می شوند. بسیاری احساس عمیق غم، افسردگی، اضطراب، احساس گناه یا عصبانیت می کنند. به غیر از این احساسات قابل درک، علائم عمده دیگری هم وجود دارند. علائمی که در زمان سخنرانی های ابراهیم رئیسی بسیاری از آنها را می توان مشاهده کرد. علائمی از قبیل اضطراب، توپق، بریده حرف زدن، درست ادا نکردن جمله ها و رنگ پریده ابراهیم رئیسی در هنگام مناظرات یا سخنرانی ها. علائم دیگری هم وجود دارد که شاید به ظاهر و به سادگی دیده نشوند، مانند فلشبک و کابوس. در این حالت اتفاقاتی که پیش آمده مداومن پیش چشم او تکرار می شود. این ممکن است به صورت فلشبک در طی یک روز یا در کابوس در خواب باشد. آنها ممکن است آنچنان واقعی به نظر برسند که شما احساس کنید واقعا آن حادثه در حال اتفاق افتادن است. مثلا ابراهیم رئیسی می تواند همواره بوی خون ریخته شده بیگناهانی را که به دست خودش محاکمه شده اند را استشمام کند و این باعث یک جنون و تشدید علائم بیماریش می شود. چیزهای معمولی ممکن است باعث فلشبک شوند. به عنوان مثال، اگر او در غذایش گوشت ببیند، ممکن است آن را به شکل گوشت قربانیانی ببیند که از آن خون فوران می کند و ناگهان دچار تشنج شود. علامت دیگر در حالت گارد به سر بردن یا آنگارد بودن است. در این حالت فرد بیمار ممکن است همیشه در حالت آماده باش به سر ببرد، گویی که منتظر خطر است. نمی تواند احساس آرامش کند. احساس اضطراب دائمی دارد و به سختی به خواب فرو می رود. اطرافیان او می‌بینند که بیقرار و ناآرام هستند. به گزارش تایمز، اینها علامت‌هایی هستند که در مورد علی خامنه‌ای هم گزارش شدند. علائم دیگر بیماری خطرناک ابراهیم رئیسی می‌تواند شامل علائم فیزیکی هم باشد، مانند دردهای عضلانی، اسهال، ضربان قلب نامنظم، سردرد، ترس و حملات پانیک، افسردگی، مصرف مواد مخدر و دارو و از جمله مسکن ها. این خبرگزاری می نویسد که هرچه حادثه سنگین تر باشد، احتمال ابتلا به بیماری پس از حادثه بیشتر می شود و در شرایطی بیماری تشدید هم می شود. شرایطی مانند وقتی که فرد نمی تواند از حادثه فرار کند و یا می داند که در نهایت به خاطر تصمیماتش مجازات سختی انتظار او را می کشد. استراتژی رژیم ولایت فقیه مبنی بر کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطرات گوناگون قیام و سرنگونی اکنون به اثبات رسیده است. به نوشته تایمز، صورت مسئله این است که رژیم در بازی مرگ برنده است یا بازنده نهایی. یعنی اینکه در خوابهای پریشان ولایت فقیه و گماشتهش ابراهیم رئیسی میتوان مانند زمان مغول 300 سال ایران را سرکوب کرد و میخکوب کرد. اما رژیمشان را اکنون بحران‌ها از درون خورده است و برخلاف تصور آنها سرکوب جواب نمی‌دهد و جان‌هایی که از دست می‌رود نه عامل بقای رژیم بلکه تیک تاک فنا و پایان خواهد بود. ترس و وحشت بی پایان از خطر قیام و سرنگونی نشان دهنده همین حقیقت است. ترس از اینکه قیام مردم جان به لب رسیده ایران به سوی قیامی همه‌گیر برود. در پایان این مقاله گفته می شود که مقامات اطلاعاتی به دستگاه‌های تصمیم‌گیری آمریکایی هشدار دادند که هیپوکامپ قسمتی از مغز است که خاطرات را پردازش می‌کند. مقادیر بالای هورمون‌های آزاد شونده در طی استرس مانند آدرنالین ممکن است باعث جلوگیری از کارکرد طبیعی آن شود. این بدان معناست که فلش‌بک‌ها و کابوس‌ها ادامه پیدا می‌کنند و خاطرات حادثه نمی‌توانند درست پردازش شوند و اتفاقات هم نمی توانند درست مورد تحلیل قرار بگیرند، چون این فردی نه تنها پیش از درمان قابل مذاکره نیست
بلکه هر لحظه میتواند دست به اقدام احمقانه‌ای بزند که برای خودش و اطرافیانش بسیار گران تمام خواهد شد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.